سلام دوستای خوبم، الا هستم و اینجا چنل الا تایمه. خیلی خوش اومدید مثلا میشه به ویدیوهای من. امیدوارم که هر جا که هستید لحظات خوب و خوشی رو سپری بکنید. مرسی که مثلا همیشه کانال با لایک و کامنتاتون حمایت کردید و با سابسکرایبتون هم من رو هرچی بیشتر خوشحال میکنید. دوستای گلم، من چند روز زیاد نبودم توی یوتیوب و اونم به خاطر این بود که یه مقداری هست هاپو همون نخوشی داشته یه کچول درگیر اون بودم. منطقه دیگه امروز گفتم بیام که با اتون فیس تو فیس صحبت کنم و با هم دیگه آشپزی داشته باشیم و یه خورده گپ بزنیم. نمیدونم شما ها تو خونتون بیشتر عمده غذاتون چیه، ولی خب خونه ما خیلی برنج و جور چیزا درست میکنیم و من بعضی وقتا واقعا دیگه هوس غذای نونی میکنم و امروز هم که قراره با هم دیگه کشک برنجون سعوده ولی خیلی خوشمزه درست کنیم و کیفشو ببریم، خصوصا اینکه نون سنگ یکم تو خونه داشته باشی یا خارج از ایران و دیگه چی میچسبه به جز نون سنگک و کشک برنجون. بریم که با هم دیگه درستش کنیم. خب همونجور که خودتون بهتر میدونید برای کشک بادنجون باید حتما بادنجوناشو از قبل حالا پوست بگیرید و بادنجون توی آب نمک خیس بدید. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تلخی بادنجون کاملا گرفته بشه. اما این بادنجونایی که اینجا استانبول داره مثل بادنجونای شمال که کشیده تر هستن و پوست براقی داره اینا اصلا تلخ نیستش. یعنی مثلا من بارها شده مثلا گرفتم دونه دونه همه شکم، یه دونه از اون دونه های درشتی بود که بادنجون ها بیشتر میبینید اصلا نداره. ببینید این شکلیه، ولی من با این وجود بازم برای احتیاط بیشتر که خوشمزه تر باشه اینا رو حالا قاچ قاچ کردم و نیم ساعت توی آب نمک بزنیدم و گذاشتم آبش رفته و الان باید که بریم با سرخ کردن بادنجون همون کارمون رو شروع کنیم. من همیشه توی کشک بادنجون هم گردو رو کوچولی یعنی جورایی نگینی شده میریزم، آسیاب شده نه، به خاطر اینکه دوست دارم اون طعمه گردوه بیاد زیر دندونم و دیگه داخلش هم از نعنا داغ استفاده میکنم، یعنی هم برای تزیینش هم برای داخلش. و کشکم که من همیشه استفاده میکنم یا از این کشکای لبنیاتی که خود لبنیاتو دارم خیلی خوش طعمه، یا حالا نمیدونم برند اسم ببرم نه، ولی من از برند پگا استفاده میکنم چون خیلی خوبه و تلخی نداره. بعد اینکه سیر هم که حتما نیازه، حالا بعضی سیر رو بزرد خام میرزن داخلش ولی من روی یزگاه هم سرخ میکنم. دقت کنید شاید چشم معلوم باشه هنوز سرخه، چون من هر وقت پیاز خورد میکنم حتی اگه با میکسر خوردش میکنم نمیدونم چه داستانی. حتی برام کامنت کنید که شما چیکار میکنید که چشتون نمیسوزه و آب نمیاد. یعنی الان من تقریبا 10 دقیقه پیش اینا رو خورد کردم هنوزم چشام داره میسوزه، واسه همین دیگه در حین ویدیو با ضمن عذرخواهی این کارو نکردم، از قبل پیازا رو خورد کرده و آماده کردم. بریم که با هم دیگه بادنجونا رو شروع کنیم به سرخ کردن و در حین کار جزئیاتش هم بهتون میگم. میتابم رو گذاشتم داغ شدش و الان میخوام بهش روغن اضافه کنم. همزمان من زیر قابلمه هم که میخوام پیازم رو توش داغ کنم سرخ کنم روشن کردم، پیازا رو هم اضافه میکنم. یه دونه رو میذارم ببینم داغ شده یا نه. آره داغ. دیگه اینا بادنجوناتون رو با آرامش قشنگ سرخ کنید که نسوزن و نباید بادنجونات هم نباید خیلی سرخ بشن، باید سرخ شدگیشون به صورت رنگ روشن باشه اما یه مقدار با شعله کمی کار انجام بدید که نرم باشه بافت داخل بادنجوناتون.
پیازم سرخ شدهش و بهش مقدارم زردچوبه اضافه کردم دهنی سرشم و یه مقدار از پیاز دارم برداشتم، چون من پیاز بزرگ گذاشته بودم و همش زیاد بود برای این حجم از بادنجون من و من اینو نصفش رو برداشتم برای تزیینم که کاملا سلیقه‌ای دوستان و نیازی نیست که شما حتما اینقدر پیاز بذارید، اصلا نیاز نداره پیاز داغ داشته باشیم برای تزیین. اصلش نعنا داغ و سیره، ولی خب حالا بعضی که دوست دارم پیاز داغ هم اضافه میکنم و من دیگه به ما بقیش یه مقدار زردچوبه اضافه کردم و الان یه مقدار نمک بهش میزنم بافته شده هم تر بکنه و فلفل سیاه، البته اول فلفل سیاه رو زدم و بعد نمک. کلا من ادویه های این غذا رو فقط زردچوبه و نمک و فلفل سیاه میزنم. حالا اونایی که تون دوست دارم میتونم یه کوچولو هم بهش گل بیبر یا فلفل قرمز اضافه کنم. توی این مرحله من سیرم رو اضافه میکنم که همزمان که سرخ میشه یه بوی و عطر بهتری به غذا میده. خب سیرم هم اجازه میدم تا آروم آروم تا بادنجون سرخ میشه اینم یه تفتی بخوره با پیاز داغم و الان میخوام که نعنا داغم. شما میتونید توی همین مایتابه پیاز داغ رو بکشید بیرون و داخل همین نعنا داغتون هم سرخ کنید، ولی خب حالا من جداگونه سرخش میکنم و دقت کنید من اول بادنجون رو اینجوری میچینم بدون روغن، یه مقدار با بخار میپزمش و بعد بهش روغن اضافه میکنم. من یه مقدارم کشک رو، چون کشکی که من به خود غذا میزنم رو دیگه قاطی نمیکنم، ولی یه مقدار کشک رو برای تزیین، چون کشکم خیلی سفت هستش در این حد، ببینیم یه قلیداد انقدی میخوام، با آب قاطی میکنم برای تزیین کنار میذارم. البته من اینو گذاشتم 5 دقیقه جوشید روی گاز که یه مقدار خودشو گرفت و غلیظتر شد. یه مایتابه کوچولو میذارم و میخوام که نعنا داغم رو سرخ کنم. روغن میریزم و وقتی که روغن داغ شدش نعنا داغم میریزم، نعنامو میریزم داخلش و اگر خود رنگ نعناتون خوب باشه که من فقط همون نعنا رو اوکی میکنم، ولی بعضی از دوستان هستن که یک کوچولو بهش زردچوبه اضافه میکنن که اونم خوب میشه. هر دو حالتش رو میتونید استفاده بکنید. من نعنا رو هم مثل پیاز دقیقا زیادتر گذاشتم که در واقع هم نصفش رو برای داخل غذا می‌ریزم و نصفش رو هم برای روی غذا. الان سیرم حدود یه دقیقه دو دقیقه تفت خورده و توی این مرحله میتونید خاموش کنید بذارید تا بادنجون اوکی شه، اما من گردومو توی این مرحله اضافه میکنم که یه تفتی با حالا پیاز داغ بخوره و یه مقدار بافتش نرم‌تر بشه. اصلا اجازه ندید که زیاد بمونه چون که ممکنه این وقت تلخ بشه، یعنی بسوزه. یه مقدار کوچولو کتف خورد دیگه نمک و اینا هیچی بهش اضافه نکنید تا مرحله آخر که تستش میکنید و اگر چیزی کم و زیاد داشت اون تایم بهش اضافه میکنید. چرا؟ چون که خود بادنجون ما توی آب نمک گذاشتیم، ممکنه که شما الان بهش نمک زیاد بزنید یه وقت غذاتون شور بشه.
خب دیگه اون اوکیه، من زیرش رو خاموش میکنم. نعنامونم داغ شده، اضافه کنید نعناتون رو. حالا اگر دوست داشتید خیلی، حالا میگم نعنا شل باشه، میتونید بهش مقدار دیگه روغن اضافه کنید. مثلا نعنای من برای اون هشت مقدار دیگه روغن نیاز داره. یه کوچولو هم بهش زردچوبه اضافه میکنیم، خیلی کم. من دوست ندارم زردچوبه، البته زردچوبه من زردچوبه خالی نیست و من از چهار قلم استفاده میکنم، چون زردچوبه خالی رو خیلی دوست دارم، چون به هر چی میریزه همه چی رو زیادی زرد میکنه. خب من یه مقدار کشکم رو جدا دارم که هیچ، این میخوام بریزم داخل غذا. اون مقدار کشک برای تزیینم که اونجا بهتون گفتم، و پیازاقم که جدا گذاشتم دیگه. اینا که سرخ بشه، بادنجون هم سرخ شد، تقریبا کار تمومه و من میام که با هم دیگه میکس کنیم و در آخر هم سرو کنیم. خب من همه بادنجونا رو سرخ کردم. آخر سر برای اینکه یه مقدار بادنجونا نرم‌تر و باحال‌تر بشن، بقیه بادنجونا هم که سرخ شده میذارم روی آخری و درش رو میذارم تا یه مقدار با بخاری که داره نرم بشه. خب من الان کاری که میخوام انجام بدم اینه که با این گوشت کوب میخوام بیافتم به بخت این بادنجونا و تا میخورم بزنمشون، یعنی تا میتونم لهشون کنم. حالا بریم ببینیم که چیکار میکنیم. دیگه من زیرشون هم خاموش میکنم چون که دیگه کافیه. با همون روغنایی که داره ببینیم، چون که داره خوردم اینجا میپاشه روغن، ولی خب دیگه بهتون گفتم شما میتونید همین کارو با میکسر برقی انجام بدید یا با گوشت برقی انجام بدید. دیگه الان من با همین، خوبی که این کار داره اینی که شما وقتی اینا رو له میکنید، روغنای اضافی اگر داشته باشه از بادنجونا میزنه بیرون، و شما اگر میخواید خیلی دیگه اوضاع خراب نباشه و سرد و چیلی نشه، توی این مرحله میتونید روغن اضافیش رو جدا کنید. الان کاملا با این روش روغنش خالی میشه و دیگه مثلا حد نرمالی میمونه همینجوری. با گوشکوب یه حالت له شدگی داره، نگاه کنید، حالت اینجوری میکس شدگی زیاد نداره. مثلا کسایی که دوست دارم خود بافته بادنجون رو ببینم، بهتره که با گوشکوب انجام بدم. و کتکایی هم که من به این زدم نتیجه داد، چون ببینید من این هم ازش روغن اضافی گرفتم که دیگه اینو بهتره که نخوریم، هرچی کمتر بهتر. خب الان توی این مرحله من یه کوچولو به بادنجونم زردچوبه و فلفل سیاه، و چون دوست دارم تون باشه یکمم فلفل بیبر که بهتون گفتم اگر دوست دارید میتونید اضافه کنید، چون من خودم تون دوست دارم، خب همسرم خیلی تون نمیخوره، الان ازش کسب اجازه کردم و این کار میکنم. شما برای توی این مرحله وقتی بهش اینا را اضافه کردید یه کوچولو بذارید که حالت چی میگن دم کشیدن که نمیشه گفت، یه کوچولو بذارید که رو گاز بمونه. من به زردچوبه رو اضافه کردم و یه کوچولو هم پول بیبر. اونجا بهش فلفل آسیاب زدم، اینجا بهش فلفل پودر. الان میخوام بادنجونم وقتی که یه کوچولو خودشو گرفت
و باز اگر روغن داره پس داد دیگه اون تایم بهش گردوا و پیاز داغمو اضافه کنم. فرقی هم نداره چه اینا رو بریزید رو اینا چه اون رو بریزید، فقط قیمه ها رو نریزید تو ماستا. بادنجونا رو اضافه میکنیم. یه مقدار تفت میدیم و یه کوچولو از نعنا داغایی که داشتیم رو میریزیم داخلش. ما بقیش هم که برای تزیینمون نگه میداریم. دوستان مقدار کشک کاملا دل بخواهیه، چون من الان ما دوستامون کشک زیاد دوست داریم. من الان کشکی که میخوام بریزم شاید زیاد باشه از نظر شما، ولی شما خودتون میتونید برای این مقدار بادنجون نصف این کشکو استفاده کنید. و توی این مرحله 5 دقیقه در قابلمتون میذارید تا اینا قشنگ به خورد هم برن. 5 دقیقه. خب مهربونا، من اومدم و با این کشک بادنجونی که براتون آماده کردم، نمیدونم معلومه یا نه، یه ترمه سنتی اصفهانی زدم روش. امیدوارم که بپسندید و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیویی که من براتون آماده کردم. و یه سری حالا ریزکاری ها و نکاتی بود که من خودم موقع که کشک بادنجون درست میکنم ازشون استفاده میکنم. و مرسی که مثل همیشه با من همراهید و با لایک و کامنتاتون حمایت میکنید، با اشتراک گذاری و سابسکرایب هرچه بیشتر هوای منو دارید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم امروز با یه ویدیوی دیگه. امروزمون هم به پایان رسوندیم. براتون آرزوی موفقیت و شادکامی میکنم. نوش جان.